سلام به تمام هموطنان عزیزم که این برنامه رو میبینند و تعقیب میکنند قبل از اینکه وارد دنباله ی صحبتامون بشیم دو تا انتقاد به این برنامه و به گفتار من رسیده و من علاقمندم که این دو تا انتقاد رو اینجا بازگو کنم و پاسخ بدم برای اینکه معتقدم که تاهاتور افکار و در دو بدل افکار خودش فی نفس ذاته بسیار بسیار مفیده یکی از اینها که به صورت ایمیل برای ما آمده آقای مهداد رزوی و ایشان امضا کردند اهل قلم و اهل فلسفه ایشان دقیقا مطلبشون رو من یادداشت کردم که براتون بخونم مرغوم فرمودند که ناصر شاهینپر در برنامه شاخه های این درخت کهن در تاریخ 26 امرداد 1394 خورشیدی در بیانات خود پیشرفت های ایرانیان بعد از اسلام و در عهد شکوفایی فرهنگی مسلمین که نقش اساسی در این استعلا داشتند را با این جمله تخته کرده که این پیشرفت های ایرانیان به اسلام مربوط نبوده است اصلا چرا چنین میگویی؟ منظور تو چیست؟ خودت را کوچک میکنی تو که تاثیر علم و دانش و فرهنگ مسلمین از جمله ایرانیان مسلمان در رنسانس اروپا را میدانی ارتباط اروپاییان با تمدن اسلامی موجبات انقلاب مردم اروپا و رنسانس را فراهم ساخت یقین قرآن خانده ای خداوند میفرماید خودم دین اسلام را از جمعی بلیات محافظت می کنم منصف باش تا برقرار باشی یعنی خداوند ملائکه را به یاری تو میفرستد اگر ستم کنی به مهر لمیزلی پشت کرده ای و از یانکاران خواهی شد هر کس لجاجت با امر حق کند ابتر خواهد شد گاوان و خران بار بردار به زادمیان مردم آزار مهداد رزوی اهل قلم و اهل فلسفه خب جواب من به این هموطن عزیزم این است که اولا من اسلام رو تخته نکردم و از شما خواهش میکنم شما که اهل قلم و اهل فلسفه هستید هنر گوش دادن رو هم قدری بیاموزید عرض من این بود که قوم عرب که وارد ایران شد از با برخورد با تمدنهای ایرانی و سایر بلادی که حالا رفتن اونجا را مسلمون کردن شام و سوریه و کجا و کجا وار اونها هم وارد تمدن جدیدی شدند اگر این غلط این حرف بفرمایید غلط وانگهی من از شما سوال میکنم اعراب عربستان سعودی که پیام اسلام رو به سایر سرزمین ها بردند از صد سال قبل از بعثت رسول اکرم تا صد سال بعد از بعثت رسول اکرم آیا چیزی نوشته بودند؟ آیا کتابی و رساله‌ای به اسم یک عرب نوشته شده؟ شما فهرست ابن ندیم رو بخوانید ببینید که چگونه ایرانیان آثار فرهنگی و تمدنی ایران رو یکی پشت سر هم به عربی ترجمه کردند که این عرب ها بخوانند خود خلفای عرب میخواستند که آین نامه های ایرانی تاج نامه های ایرانی آداب و رسوم ایرانی به عربی ترجمه شه که بخوانند و یاد بگیرند یک بار دیگه از شما سوال میکنم کنم صد سال قبل از بعثت رسول اکرم تا صد سال بعد از بعثت رسول اکرم شما به من یک عرب عربستان سعودی رو نشون بده اسمش رو بگو که در هیئت در طب در ریاضیات در ادبیات یک کتابی رساله ای چیزی نوشته باشه در مهندسی که اینها در ایران وجود داشته عرض من این بود که این اعراب در اثر مجاورت با تمدن بزرگتر از خودشون تمدن خودشون شکوفا شد زبانشون شکوفا شد همین امروز زرب المسلی در زبان عربی هست که میگوید به الکتابت من عبدالحمید شما چطور در این مدارس فیضیه تاریخ اسلام رو نمیخوانید پس آنجا شما چه میخوانید به داعت الکتابت من عبدالحمید عبدالحمید یک ایرانی بوده که در محضر خلفا در دارالحکومه خلفا رسالات و نامه ها و منشعات اونها رو مینوشته. نوشته آنقدر عربی رو خوب می نوشته که عرب به حیرت افتادند از این میزان خوبی عربی تاهر زولیمینین یک فارسی زبان بوده نامه ای به زبان عربی مینی میسه به پسرش و او رو نصیحت میکنه در ملکداری لشکرآرایی نگهداری رعیت چه و چه و چه نسخه این نامه به دست خلیفه میرسه و خلیفه عرب میگه در زبان عربی تا کنون چیزی به این محکمی و با این پر استدلالی و به این زیبایی نوشته نشده عرب هایی که به ما حمله کردند پیام اسلام رو با خودشون آوردند ما منکر این حرف نیستیم اما اینها سواد خواندن و نوشتن نداشتند اینها کتابت نداشتند یکی از اینها که قدری سواد خواندن و نوشتن داشت حجاج ابن یوسف سایر همکارانش مسخرش میکردن میگفتند این سواد داره این مینویسه این معلم بوده برای اینکه اونها مردانگی رو بزرگی رو بزرگواری رو در شمشیر میدانستند نه در قلم یک بار دیگه از شما خواهش میکنم به فهرست ابن ندیم مراجعه کنید کتاب های ای که در تمدن اسلامی نوشته شده بگردید پیدا کنید و اسم یک عرب رو از توش در بیارید و به این برنامه اطلاع بدید حالا من کمش رو گفتم و پرش ناگفته مانده دلیلش این است که این رشته سخنانی که من اینجا آغاز کردم این مطالب دور از اون م... مپسه اما وادار خواهم شد که تاریخ ایران رو از آغاز بعد از پایان این ها. شرح بدم و تمدن ایرانی رو تمدن پارسی رو شرح بدم و اون رو مقایسه کنم با تمدن هجاز و شما بیشتر بیاموزید بیشتر بدانید که در حجاز فرهنگ متعالی وجود نداشت جز این نور اسلام که یک باره درش تابید و شما که اهل منبر هستید در فیضیه درس خوانده اید و خودتون به خودتون میگید اهل قلم و فلسفه میدانید که همین اعراب اولیه همین خلفای اولیه نتوانستند اسلام رو نگه دارند نتوانستند وسایای رسول خودشون رو به اجرا بگذارند و خلف وعده کردند با رسول خودشون همین عمر خلیفه بزرگ مگر نه اینکه با اهل رده آشتی کرد مگر نه اینکه اهل رده را آورد و در غنایم سهیم کرد مگر نه اینکه حضرت رسول اکرم اهل رده را از تمام غزوات محروم کرده بود تا عبد و از غنایم محروم کرده بود مگر نه اینکه همین عمر که دستور حضرت رسول رو باید می آورده در سرزمین های دیگر اشاعه می داده کل مسلمین خوه همه مسلمین برادرند و برابرند مگر نه اینکه بیت المال رو که از مالیات همین عجم ها به قول خودشون جمع کردند فرستاد به منطقه هجاز که عرب های برده عرب های کنیز خریداری بشن و آزاد بشن مگر همین قوم که حالا به حکومت رسیده بودند ابن عبیه نبود توشون به نظر من علاوه بر این شرعیاتی که میخونید تاریخ اسلام رو هم بخوانید و بدانید که اعرابی که دور از تمدن بودند دور از فرهنگ و سواد بودند دور از هر نوع نشانه ای از فرهنگ و سواد بودند حتی لباس نداشتند تنشون بکنند اینها به مدد اون نور اسلام که به سینشون تابیده بود به قول شما یا به خاطر جمع قناعم و ثروت مگر رنگ که عمر به اینها گفت بروید به ملک ساسان تا از نعمات اونها شما هم بهرهور شوید هدف اصلی این بود مگر نه اینکه همین ایرانی ها مسلمان می شدند و باز هم حکم حکام محلی از اینها جزیه می گرفتند برای اینکه برای پول جمع کردن آمده بودند از اولین نفرشون وسایای رسولشون رو به فراموشی سپردند و این مردم ایران بودند تمدن هندی بود تمدن شامات بود که ترجمه شد و در اثر ترجمه انواع فنون و انواع علوم به زبان عربی هم زبان عربی شکوفا شد هم مردم عرب اندکی با این تمدنهای بزرگتر از خودشون آشنا شدند 400 سال بعد در زمان معتسم حاکم کوفه به معتسم میگوید که یک میلیون دینار اگر به من بدید من روی دجله یک جرس میبندم معتصم بهش جواب میده که این کار رو کسراها میدونستند ما این فن رو بلد نیستیم و تو این پولها رو حرام میکنی حاکم کوفه میگوید من از پول خودم این کار رو انجام میدم اگر شد شما این پول رو برای من بفرستید و خلیفه قبول میکنی و ایشون با چند هزار کارگر و یک میلیون دینار پول این جرس رو میبنده و همون روز اول موج آب میزنه بهش و فرو میریزه در حالی که پلهای که ساسانیان و آبراهایی که ساسانیان درست کرده بودند و همین منطقه عراق رو که پای تختشون بود به یک گلستان تبدیل کرده بودند تا 400 سال بعد از ساسانیان کار میکرده برید کتاب های جغرافیدان های خود این عرب ها رو که دیگه یاد گرفته بودن از قرن چهارم و پنجم به بعد مثل مقدسی مثل مسعودی اینها رو بخوانید تفاوت فرهنگی این تفاوت فرهنگی همین امروزش هم وجود داره همین امروزش هم مردم ایران از نظر فرهنگی سواد و شعور از مردم ساکن شبه جزیره عربستان سعودی برتر و بالاتر هستند من نمیخوام نجات پرستانه حرف بزنم ولی این تفاوت ها در دنیا وجود داره همینطور که ما از آلمانی ها در صنعت و حرفه عقب همینطور هم اونها از این جهت از ما عقبتر هستند این یه واقعیتیه بعد از 1500 سال خب این در مورد انتقاد اول دوست دیگری انتقاد کرده بودن از من و یک ایمیل شفاهی فرستاده بودند که آقای شاهین چرا شما سلجوقیان و خوار از شاهیان را کوچک می کنید و به آنها ایراد می گیرید اگر آنها نبودند امروز ما هم نبودیم عزیز من تاریخ رو اونطوری که وزارت فرهنگ پنجا سال پیش به این طرف به شما یاد دادند بهش قناعت نکن ما در یک مقطع زمانی احتیاج به قهرمان داشتیم احتیاج به افتخارات تاریخی داشتیم و دسترسی هم به این افتخارات تاریخی نداشتیم در نتیجه تند و تند و پشت سر هم تو این کتابای درسی چیزهایی نوشته شد که بعضی از اینها بسیار بسیار غلط بود حالا من اسامی این حکومتگران این دوره رو چند تاشو برای شما میخونم اگر شما این اسامی رو میشناسی اگر این اسامی برات اختند ایرانی اند اون وقت بپذیر که اونها اگر نبودن امروز ما نبودیم بپذیر که اونها ایرانی بودند حداقل. و ایرانی های خوبی هم بودند تا اینجاش هم من قبول میکنم قلتامش آی ایلدوگوز تقرل یبقو تختکین تتنش قرجه سلغور آخسونگور قتل اینانجه ای تقمش کوکوپری Altun Tak, Mengeli Bek, برنی این منکی برنی اسم سلطان جلال الدین خار از شاهی است که در کتاب درسی جزء افتخارات تاریخی شده و قهرمان تاریخ ایران شناخته شده که اگر لازم باشه ما این دوره رو زیاد روش توقف نکردیم که ببینیم که همین ایشون بعد از حمله مغول چه کار کرده که قهرمان شده یا در حمله مغول چه کرده که قهرمان شده اینا به خاطر تاریخ ندانی ما مردمه ما از تاریخ خودمون تا پایان دوره قاجار هیچ خبری نداشتیم چیزی از تاریخ خودمون نمیدونستیم خط به خط این تاریخ رو اومدیم از مورخین غربی برداشتیم و نوشتیم باستانشناس ها آمدن برای ما چیزی رو کشف کردند ما حتی این کوروش کبیر رو تا زمانی که این لوحش حدود 180 سال پیش از زیر خاک در نیامده بود نمیشناختیم حالا هم عادت نداریم زیاد بخاندن و هر وقت میخواییم به افتخارات تاریخی تکیه کنیم اشاره کنیم میپریم روی کروش کبیر که منشور آزادی ملت ها رو نوشته چه و چه و چه و این حرفا حالا اینکه ما در طول تاریخ این 2500 ساله اگر فقط کروش کبیر رو داشته باشیم که وای به حالمون یعنی فقط ما یک نفره داریم که بهش افتخار کنیم که آدم درستی بوده میدونید چرا اینطوره هر جا مقاله نوشته میشه هر جا سخنرانی میشه فقط از کوروش هفت میشه برای اینکه این لوح در آمده رفته تو موزه های انگلیس شهرت جهانی پیدا کرده و یه چیزایی راجبش نوشته شده و ما ایرانی هایی که عادت نداریم تاریخ بخونیم عادت نداریم مطالعه بکنیم فقط این یکی شده وچه افتخارمون دیگه داریوش رو نمیشناسیم دیگه اردشیر درازدست رو نمیشناسیم دیگه اردشیر بابکان رو نمیشناسیم شافور اول رو نمیشناسیم نمیدونیم اینا چه کسانی بودند چه خدماتی کردند چه بزرگی هایی کردند چگونه سبب بزرگی و قدرت ایران شدند انوشیروان هم نمیشناسیم اینه وضع ما فعلا اینه و کاری که من دارم اینجا می میکنم میدانم کار بسیار بسیار سختی است و مورد بقول شما حجمه مهاجمات اینچنینی زیاد قرار خواهم گرفت اشکالی نداره من ادامه میدم برگردیم به شرایط فرهنگی جامعه ایران در ایام پیش از ظهور صفویه جانشینان تیمور مردمی متعادلتر متدینتر اگر تیمور تظاهر میکرده به اسلام مثلا شاهروخ پسرش آدم واقعا متدینی بوده و برخلاف بسیاری از امیران ترک برخلاف بسیاری از پادشاهان که از شدت شرابخواری ترکیدند این بابا نه تنها شرابخوار نبود من ای کرد شرابخواری رو البته من همچین از این بابت زیاد خوشحال نیستم فقط میخوام در این که این آدم مسلمانی بوده تکیه کنم و خب این مسلمانی ابعاد و جهات مختلفی داشته یکیش عدالت بوده و ادارت پروری بوده ظلم نکردن بوده با تعادل با مردم رفتار کردن بوده که این کارا رو این شارخ می کرده که این وقتی بهش خبر میدن حتی که چند تا از شاهزادگان بزرگ برادران پسرموهای شما هستن که اجازه نمیدن ما بریم به خانشون و خمهای شرابشون رو بشکنیم خودش بلند میشه چماق دستش میگیره را میفته میره و خانه برادر و پسرمو و اقوام نزدیکش و اونها رو میشکنه شرابشون رو به زمین میریزه باز نه به این معنی که چون شرابها رو به زمین ریخته آدم خوبی است به این معنی که اگر قانونی رو مجری کرده افراد نزدیک خودشون مستثنا نکرده یک بام و دو هوا رفتار نکرده خب این مهمه این بازماندگان تیمور از نظر فرهنگی در جامعه ما هر کدومشون علایقی داشتند و فعالیتهایی در زمینه هایی می کردند و از این دوران هم آثاری باقی مانده که علایق اینها رو به این نوع کارها و پیشرفتها نشون می دادی. البته در سطح خودشون و با تطبیق دادن به زمانه خودشون در زمان شاهروخ مدرسه ابو چخماق یزد ساخته شده به فرمان ایشون مدرسه امیر فرمان حرات ساخته شده همسر ایشون مسجد و مدرسه گوهرشاد رو ساخته در مشهد که هنوز هست مدرسه ملکت آقا در بلخ ساخته شده که اینها همه نوع برجسته ای از معماری این دوره هستند و به علاوه بگذارید مدرسه دودر مشهد رو هم بگم و بعد بریم به سراغ این که این کاشیکاری که در ایران رایج بوده در دوران این شاهروخ و, و جانشینان تیمور راه تعالی خودش رو طی میکنه و پیوسته بالاتر بالاتر و بالاتر میره تا میرسه به دوره صفویه که ما میرسیم به کاشی های هفت رنگ و هفت رنگ ثابت که 300 سال زیر آفتاب میمونه و همچنان درخشندگی خودش رو حفظ میکنه و این حد از مرغوبیت رو هیچ جای دنیا دیگه مشاهده نشده البته باز به عرضتون برسونم که اینها محدوده هنر و فرهنگ این زمان ایرانه اگر بخواهیم الان رو مقایسه بکنیم با اون چی که در مغرب زمین میگذره خب اون وقت یه مقدار ما رو به فکر فرو میبره به موقع من این کار رو خواهم کرد حالا وقتش نیست <applause> بایسونگور به خطاتی و تذهیب کتاب و نقاشی برای داستانهای کتابها علاقه داشته در نتیجه خطاتان بسیار زیادی رو از هرات و تبریز و نقاط مختلف در دربار خودش جمع کرده و در حقیقت یک مکتب هرات به وجود میاد در کار خطاتی که مربوط به این دور است در مورد جل کتاب ها و تذهیب کتاب ها هم هنر رو به درجه بسیار اعلایی می رسونن که بالاترین نمونش شاهنامه بایسونگوریه که امروز من شنیدم که بعضی از صفحات این شاهنامه رو کندند و به کلکتورهای آمریکایی و اروپایی هر صفحه ای رو 80 90 هزار دلار فروختند البته بعدم شنیدم که دولت ایران در صدد جمعآوری مجدد این صفحات و بازخرید و برگردوندن اونهاست و بر اونهایی هم که این صفحات رو از کتاب اصلی بایسونگور از نسخه اصلی بایسونگور کندند و بردند فروختند اینها هم مؤمنانی بودند که به دلیل ایمان بسیار زیاد وارد دستگاه شده بودند خودی دستگاه شده بودند و دسترسی پیدا کرده بودند به این اسناد و مدارک و میتونستند این کار رو بکنند کار بنده و شما نبوده بله اما اینی که داریم راجع به فرهنگ صحبت میکنیم و توسعه علوم صحبت می کنیم اگر بخواهیم باز با قرون چهارم و پنجم مقایسه کنیم میبینیم که در قرن چهارم حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه رو خلق کرده و حالا در اواخر قرن نهم ایرانی ها اون شاهنامه رو دورش رو تذهیب میکنند و جلد خوشگل براش درست میکنند عقب ماندگی فرهنگی یا توقف فرهنگی که من عرض میکنم کنم اینجاها دیده میشه بابر نسل بعدی به نجوم و ستاره شناسی و این حرفا علاقه بوده او هم در سمرقند یا بخارا رصدخانه درست کرد ولی این رصدخانه خب ستاره جدیدی کشف نکرد کار عمده این نکرد اگر که مقایسه بکنیم با کارهای بسیار بسیار محدودتر با بودجه های محدودتر و کارهای کوچکتر در قرن 15 در اروپا متوجه میشیم که این رصدخانه رصدخانه بیکاره ای بوده در حقیقت همین الان من هم به شما عرض بکنم که یک جوان دانمارکی با کمک خواهرش سالها زحمت میکشه و تمام ثروت خانواده رو معطوف به این کار میکنه و یک لنزی میسازه به طول 17 متر و به قطر 48 سانتی متر و با این ده هزار ستاره رو شناسایی میکنه و ثبت میکنه و تحویل میده و در اثر کار شبان روزی در جوانی هم میمیره جستجوی فرهنگی کار و فرهنگی تل... تلاش فرهنگی به گونه دیگری داره در جهان مغرز و این رخ میده و اینجا ما در یک سکون مطلق هستیم این تفاوت ها رو میخوام بهش اشاره کنم ظاهرا این جلسه وقتم تموم شد در جلسه بعدی در برنامه بعدی دنبال میکنیم موضوع رو فعلا شب روزتون بخیر